سلام بچه ها، من مارک هستم از توییتر و یه ویدیو رو میخوام درست کنم در مورد یه چیزی که گفته بودم توی توییتر و بعضی گفتن که معلوم نیست یا بلد نیستن یا خیلی واضح نگفتم که توی توییت چجوری این کار رو انجام بده. حالا توییت هم اصلا چی بود؟ گفته بودم که من از الان به بعد به جای اینکه بخوام وقتی یه سیستم لینوکس رو را میندازم، به جای اینکه مستقیم از اون نتورک اینترفیس اصلی که ساخته میشه، یعنی اونی که مال خود کارت شبکه فیزیکی هست، به جای اینکه اون استفاده کنم برای وصل شدن به شبکه و به لن، میام یه بریج میسازم و اون بریج رو وصل میکنم به اون نتورک اینترفیس اصلیه، در واقع eth0 یا emp5 فلان، و اون رو دیگه استفاده میکنم، اون بریج رو استفاده میکنم. و مزیتش اینه که در واقع دارم یک سویچ مجازی میسازم توی لینوکس و میتونم چیزهای دیگه هم به این سویچ وصل کنم، و هر چیزی هم که به این سویچ وصل کنم مستقیما وصل میشه به لن. یعنی فرض کن اگه میخوای ماشین مجازی بسازی، اون ماشین مجازی رو اگه وصلش کنی به اون بریج br0 مثلا، خب اون یه آی پی میگیره از DHCP سرور روتر لنتون، و این خیلی مزیت داره برای کارهای ساده. مثلا خودم، من میخوام مثلا ماشین مجازی بیارم بالا، من خیلی کارم مربوط به شبکه است و اینا، و دوست دارم که مثلا یه ماشین مجازی بیارم بالا که اصلا تو همون شبکه فیزیکی خودم قرار بگیره و نمیخوام توی نت قرار بگیره، نمیخوام آی پی تیبلزی اون وسط باشه و نت و اینجور چیزا. خب اوکی، بعضی گفتن خود نمیدونیم چه جوری انجامش بدیم، بذار یکم بیشتر راهنمایی کنم. من سیستمایی که راه میندازم اکثرا از سیستم دی نتورک دی استفاده میکنم، و خب این الان من توی ماشین مجازی هستم، دبیان 12 تا جایی که میدونم. بذارم اینجا یک کت ETC OS release فکر کنم بزنیم. بله، اینجا دبیان 12 بوکورمه، و که ثابت کنیم که داریم با سیستم دی نتورک دی کار میکنیم، میزنیم نتورک CTL. خب و این میگه که دو تا لینک داری، یکی LO که همون لوپ بک میشه که 127.0.0.1 فلان، آره، بعدش ENP5S0 که این رو جای اون همون ETH0 بذار توی توییت من. این لینک اصلیه، یعنی اگه بذاریم IP-4R، میخوایم فقط IPv4 ببینیم، میبینیم که دیفولت روتش به 10.0.0.1 میره که این مال لن خودم. و خب اگرم چک کنیم میتونیم ببینیم که پینگ به 1.1 موفقیت آمیز داره پیش میره. و حالا هدفمون اینه که به جای اینکه از ENP5S0 استفاده کنیم، یه بریج داشته باشیم و دقیقا همین حالت داشته باشیم، بازم بتونیم پینگ بگیریم، بازم تو لنمون قرار بگیریم و دیگه. آره خب یه چیز دیگه هم که نشونتون بدم، شاید بیشتر عادت داشته باشیم باهاش، همین IPA که نگاه کنید این آدرس 10.0.0.90 رو گرفته روی لن خودم. حالا برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم، میخوایم سیستم دی نتورک دی رو تنظیمش کنیم، بهش بگیم که ما میخوایم یه چیزای دیگه بیاریم بالا و این ENP5S0 رو بذارش کنار، یا یه جورایی بهش براش آدرس نگیر. پس اولین کاری که میکنیم، میریم توی پوشه ETC، خب CD ETC سیستم دی، و بعدش بکنم نتورک باشه. خب و اینجا یه نگاهی بیندازیم ببینیم که آها بله، یه نتورک فایل داریم برای ENP5S0. برای توضیح شما شاید یکم متفاوت باشه، سیستم شما یکم متفاوت باشه، این ماشین مجازیه و اینجوری آماده شده. خب اولین کاری که میکنیم یه نگاهی میندازیم این فایل اصلا چی داره. البته فکر کنم اول باید نانو رو بگیرم که بتونم با نانو کار کنم. اوکی، نانو رو گرفتم و این فایل نتورک رو باز میکنیم. میبینیم که این زده DHCP true و use domains true. آیا میخوایم واقعا اینطوری باشه؟ آیا واقعا میخوایم که DHCP true باشه؟ نه. پس چیکار میکنیم؟ به جای اینکه تمام اینها باشن، اصلا این تنظیمات DHCPv4 رو برمیداریم، این قسمتی که میگه DHCP true رو برمیداریم، و این زیر این قسمت نتورک میگیم که لطفا بریجش وصلش کن به یه بریج و اسم بریجمون رو پیش بینی میکنیم br0، و این رو سیو میکنیم.
ولی این بریج هنوز وجود نداره. باید یه کاری بکنیم که سیستم دی نتورک دی این بریج رو بسازه. پس ما باید الان نت دیو رو مشخص کنیم. اینجا میتونیم فایل رو بسازیم نانو br0.netdev. خب و داخل این فایل چی درست میکنیم؟ میذاریم که نت دیو باشه. میذاریم کایند چه نوع اینترفیس باید باشه؟ کایندش باید بریج باشه. و اسمش هم میخواییم بذاریم br0. این هم سیف. اما اینطور که شد یه بریج میاره بالا. emp5s0 یه جورایی میشه یک پورت روی اون بریج. ولی دیگه آدرس رو هیچ دیوایسی نداریم. باید یک جوری br0 رو تنظیم کنیم که اصلا آدرس بگیره و سیستم بتونه اتصال به شبکه داشته باشه. پس برای اینم باید یه فایل نتورک درست کنیم. میزنیم نانو br0 ولی این دفعه .network و داخل این فایل باید یه matcher بذاریم. باید بگیم که این باید match کنه به یه چیزی و مچش میکنیم با اون چیزی که الان ساختیم. یه چیزی که نوعش بریجه. kind bridge. بعدش نیمش میدونیم که br0ه. و بعدش میگیم خود تنظیمات نتورکش قراره چی باشه. میگیم نتورک میخوایم DHCP بگیریم. فقط IPv4 میخوام. پس میگم فقط آدرس IPv4 بده من از روی DHCP. و بعدش یه سری تنظیمات مخصوص DHCP بهش میدم. میگم DHCP V4 و use DNS equals true و use domains equals true. اینا رو بهش میدم. خب حالا یه چکی بکنیم از قبل. network CTL میبینیم که در حالت قبلیه. ولی اگر الان بزنم system CTL restart systemd-networkd ببینیم چی میشه. آها حالا فرق کرد. دوباره چک میکنیم کانفیگر شد. خب سری میزنیم IP-4-CA. الان اگه دقت کنی این ماشین مجزی رو تازه ساختم، مثلا همین آدرس 90 رو داشت. الان BR0 چون یک اینترفیس متفاوتی، احتمال مک آدرسش هم متفاوته، 91 رو گرفته و اون یکی آدرس اصلا تو اون یکی اینترفیس اصلا تو لیست نیست چون آدرس IPv4 نداره اصلا، مثلا همین دیگه 20. و یه تستی میزنیم اینجا IP-4 route برای روت ها رو نشون بدیم و نگاه کن الان نوشته default via 10.0.0.1 dev br0، یعنی از بریج صفر داره رد میشه. و برای اینکه یه تست دیگه انجام بدیم پینگ به 1.1، بازم پینگ همونه و داره موفقیت آمیز پیش میره. امیدوارم این مفید و مختصر بوده باشه. امیدوارم که میتونید یاد گرفته باشید. مزیت اینه که الان که BR0 داریم میتونیم ماشین مجازی به BR0 وصل کنیم و اون یه ماشین مجازی مثلا چه میدونم آدرس 92 رو بگیره توی LAN، که این شاید ساده تر بکنه برای خیلی ها، چون برای خیلی ها شاید یکم اعصاب خردکن باشه که یه ماشین مجازی بیاره بالا، بعدش هم توی بریج نت شده قرار بگیره و قابل دسترس نیست برای دستگاه های دیگه توی شبکه. اوکی، کافیه. فعلا خدافظ. بای بای.